در دوره حساباتی از طرف مقامات حفظ حقوق 95 حالت مبلغ گذاری جنایت های خصوصیت تراش داشته آشکار کرده شده است. از طرف مقامات کارهای داخلی 43 حالت مبلغ گذاری آشکار و در نتیجه 39 نفر دستگیر گردیده مبلغ گذاری بیش از 500 هزار سومانی را تشکیل می دید. در این دوره 10 گروه متشکل جنایی در هیئت 53 نفر برای صادر نمودن 19 جنایت آشکار کرده شده است. در جمهوری 3 عملی تروریستی و 2 سوی قصد به عمل تروریستی به قید گرفته شده آشکار کرده شده. از طرف مقامات کارهای داخلی 582 جنایت تروریستی و اکستریمیستی داشته به قید گرفته شده است. در نتیجه چاره‌جویی از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی 1381 نفر جنایتکارانی که در جستجو قرار داشتند دستگیر کرده شده است. سال جاری طریق مرکز ملی اینترپول 44 نفر جنایتکارانی که در جستجوی بین‌المللی قرار داشتند در قلمرو دولت‌های خارجه دستگیر کرده شده. 22 نفر آنها از جمهوری به جمهوری تاجیکستان استرداد کرده شده. باقی مانده 22 نفر دیگر در مرحله استرداد قرار دارد. در این دوره 226 نفر از اعضای تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی دستگیر کرده شده است. اینچنین 220 نفر در نتیجه کارهای فهماندهی از خارج کشور اختیاراً به وطن برگردانده شده با تطبیق ماده های دخلدار کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایتی آزاد کرده شده. با اقدام خیرخواهانه و دستور پیشوای ملت با ماده های 307 و 401 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات یعنی اضافه وارد کرده شد. اگر شخصی در دولت های جنگ زده در عملیات های مسلحانه اشتراک نموده اینچنین اعضای دیگر گروه های تروریستی باشند و در حرکت هایشان دیگر ترکیب جنایت دیده نشود از کرده خود صدقاً پشیمان شده اختیاراً به وطن برگردند طبق اعضای ماده های نامبرده از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شود. در نتیجه دایر کردن چاره‌بینی های فهماندهی تا این جانب 1589 نفر اعضایان رویه و سازمان و تشکیلات های تروریستی و اشتراکچیان عملیات مسلحانه از خارج کشور به وطن برگردانیده شده. آنها از جوابگری جنایتی آزاد و به حیات آسایشته سفربر کرده شده. با اقدام و تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره حساباتی 47 نفر اعضایان آیله های گروه های تروریستی در عموم 381 شهروند کشورمان از دولت های جنگ زده به وطن برگردانیده شد. از این فرصت مناسب استفاده کرده به شمایان مراجعت کردنیم که ماهیت این اقدام خیرخواهانه توسط واسطه اخبار عامه در فضای اطلاعات پهن نمایید تا آیله های آنهایی که پیوندان و نزدیکانشان گمراه گشته در دولت های خارجه و گروه های افراطی شامل گشتند همزمان در دولت های جنگ زده در مناقشه ها اشتراک دارند دعوت نمایید که آنها به حراس و وطن به حیات آسایشته برگردند. سال جاری در نتیجه بردن کارهای فهماندهی در مجموع 7 آیله در هیئت 29 نفر که شامل به گروه های اکستریمیستی بودند از دولت های جنگ زده و دیگر کشورهای خارجی با تشبث کارمندان مقامات کارهای داخلی به وطن برگردانیده شدند.